با درود بسیار به همه شما عزیزانم، به همه یاران ایران فردا، همه آنهایی که با دلهاتون، با عشقتون، با چشمتون، با جان و جهانتون با ما هستید، سپاسگزارم. چند تا نکته رو بگذارید در ابتدا عنوان کنم، بعد برم سر تلفن‌های شما. خیلی از شماها مرتب برای من می‌نویسید آی نوری‌زاده ما می‌خوایم مستقیما با طرف بزنیم، چرا برنامه مستقیم نمی‌گذارید؟ ببینید، من هیچ ابایی از گذاشتن برنامه مستقیم ندارم. کار آدمم کم می‌کنه، آدم یه تلفن می‌ذاره رو میزش، دو ساعت می‌شینه قشنگ شما حرف می‌زنید، بنده اینجا حالا جوابی میدم یا حرفی میزنم یا نمیزنم، یا یه ناسزایی یکی میگه آدم عصبانی میشه. البته خدا شاهده این همه مسیج و پیام داره میاد، یک بار توش حرفی خارج از ادب گفته نشده، اون دو اصل طلایی همیشه رعایت شده و این خیلی برای من با ارزش، خیلی با ارزش. حتی ماموری که باید زنگ بزنه و چیزی بگه مؤدبانه میگه. چقدر این قشنگه. تلویزیون ایران فردا حداقل این تلاش رو کرد و موفق شد که ما زبانمون، حتی اگر مخالفیم، زبان طعن و زبان رکاکت نباشه و از این بابت بسیار خوشحالم. دلیل این که ما این مستقیم رو نگذاشیم، اولا ما 21 برنامه تولیدی داریم و حالا شما میبینید بعد از عید چندین برنامه اضافه میشه و باز اینجا من یه توضیح بدم، برنامه مسعود اسداللهی عزیزم و گردآفرید از همونطور که براتون گفتم از اپریل ادامه خواهد یافت. بنابراین شما نگران اونا نباشید. اون برنامه هست، منتها در یک شکل تازه زیباتر و به همین دلیل هم میبینید برنامه متوقف نشده. حالا تکراری اگر کردیم به خاطر اینکه برنامه متوقف نشده و دوستان ما تلاش میکنن که برنامه بهتری ارائه بدن. یک سلسله برنامه‌های جدید هم خواهیم داشت که حتما مورد توجه شما خواهد بود. مثلا زنگ سلامت بسیار براتون قابل توجه خواهد بود. برنامه‌ای که برنامه حقوقی خواهد بود و جزئیاتش رو نمیگم براتون سورپرایز باشه. اون رو خواهید دید. دو برنامه جدیدی که همکارم محمد رضا شاهید از فرانسه میفرسته. گفتگوی دو تن در دو جای جهان اندیشه، یکی پژوهشگری که از فردا خواهد گفت با آمار و ارقام، با آن دیگری مردی که تجارب گذشتش رو با ما در میان میگذاره. به هر حال خیلی مطالب جالبی خواهد بود. متو همه رو نخواهید که یک شبه درست بشه، نرم نرمک اندک اندک جمع مستان میرسن. بنابراین من تلفن رو فکر میکنم فعلا همینجوری خیلی خوبه، منتها هر کدوم همطور که میبینید پیغام میگذارید، تلفنتون رو میگذارید، میگید این خصوصیه، من بهتون زنگ میزنم. گمان نمیکنم تلویزیون دیگری این کارو بکنه، من به همتون زنگ میزنم اگر شماره گذاشته باشید و از من بخواید که با شما تماس بگیرم. بعضی هم فکر میکنید چون تلفن زدید شمارتون افتاده، نه، شمارتون رو باید در تلفن بگویید و من با یه تلفن سیف به قول معروف به شما زنگ میزنم که خدای ناکرده تلفن من مشکلی براتون ایجاد نکنه. بدونید با شماره بهتون زنگ میزنم که انگار از ایران دارم زنگ میزنم، نگران نباشید. بنابراین اگر میخواهید با من صحبتی خاص بکنید به من زنگ بزنید. یه نکته ای را من بگم، بعضی از هموطنان ما پیام که میگذارن مشکلات مالی دارن، دوچار بیماری هستن و نیاز به کمک دارن. عزیزان من کاری نمیتونم بکنم، برای اینکه واقعا من در چارچوب به عنوان یک روزنامه‌نگار، تحلیلگر، شاعر، هر چی اسمشو میگذارید، این مجموعه رو مدیریت میکنم و تعهدات بسیار، هزینه های سنگین و مشکلات اساسی. بنابراین من نمیتونم، شما مثلا در فلان شهر ایران دوچار قرض و مشکلات مالی هستید، کمکتون کنم، یا ولی این کارو میکنم. معمولا کسانی که شماره تلفنشون رو گذاشته بودن، من به این آدمهای خیری در ایران یا کسانی که انجمنها و سازمانهایی دارن میدم و اونا زنگ میزنن
میرن مطمئن که شدن کمک کردن و میکنن. بنابراین من این کار رو نمیتونم انجام بدم. اینم از این مسئله. صدای بانوی نازنین دوست عزیزم، دوست رفتم شاپور غریب رو که پخش کردم، خیلی ها متاثر شدن، خیلی ها ناراحت شدن. حتی یکی از این مقامات از وزارت ارشاد به من تلفن زد، گفت شماره تلفن این خانم رو به ما بدید، ما در اختیارشون هستیم. گفتم اینا فایده، من شماره تلفنم بدم، خب میدم، ولی این کار فایده نداره. شما به راحتی میتونید دریابید ایشون کجا زندگی میکنه و در چه شرایطی است. وظیفه شماست پاشید برید ایشون رو ببینید. من یه نکته رو براتون بگم. بعضی آدما رو من چرا براشون حرمت قائلم، خط میکشم. یکیشون صادق خرازی، نه با من رفاقتی داره، صادق طباطبایی دوست من بود از دیرباز، از زمان دانشجویی، ولی صادق خرازی رو من نمیشناسم. صادق خرازی رو فقط شنیدم و دیدم و دنبال کردم. وقتی در نیویورک بود، روزهای ویکند پا میشد به اتفاق استاد بزرگوارم، پدر نازنینم، دکتر احمد مهدوی دامغانی، میرفت سله ارقام میکرد، سر میزد به هنرمندان، به دولت مردان، به دیپلمات هایی که در سختی و تنگ دستی بود. کار قشنگی بود. وقتی در پاریس سفیر بود، بسیاری از کارکنان وزارت خارجه رو که با ناجوانمردی بیرونشون کرده بودن، اخراج کرده بودن، پرونده ساخته بودن و اینا با شرافت و صداقت یک عمر خدمت کرده بودن، پرونده هاشون رو به جریان انداخت و حقوقشون رو درست کرد براشون. اینا کار با ارزشیه. کاری از دست من بر بیاد در این اساس انجام میدم. و در مورد بانوی غریب عزیزم که واقعا غریبم هست، این کارو کردم، اعلام کردم، گفتم و امیدوارم نتیجه بخش باشه. از ایشون درخواست میکنم اگر نتیجه بخش بود به من خبر بدم، ممنون میشم ازشون. خب یک نکته دیگه مونده براتون بگم. نوروز از راه میرسد و طبیعتاً همه تلویزیون ها برنامه های نوروزی دارن. واقعا بضاعت مزجات ما در حدی نیست که بزنیم و بکوبیم و از این کار رو نمیتونیم بکنیم. به هر حال سعی میکنیم برنامه ها شادتر باشه. و اینجا بهتون میگم که یک مصاحبه ما در طول نوروز خواهیم داشت، در واقع دو مصاحبه با دو هنرمند که بسیار براتون جذاب خواهد بود، برای اینکه برای اولین بار مطالبی رو خواهید شنید که تا حالا نشنید. بازم مونده ها، یکی دیگه هم مونده. مرتب به من میگید آقا چرا نیومدی رو هاتبرد، آقا چرا این کار نکردی. یه نکته ساده بهتون بگم، هاتبرد بنده بیام هزینه ستلایت هم میشه دو برابر. در نتیجه اون پولی رو که باید خرج تولید برنامه بکنم، فقط باید بیام بدم به هاتبرد که جمهوری اسلامی به راحتی بیاد پارازیت بده. ببینید وضع ما با بقیه فرق داره. من دو تا گزارش از داخل شورای عالی تبلیغات دارم که برای من میگه چجوری به ما نگاه میکنه، آزار و اذیتی که به بعضی از خانواده‌های همکارانم وارد میشه، اینا رو میدونم. پس ببینید، بگذارید در همین سطح بیایم جلو. البته بهتون یه وعده دادم عملیش میکنم و اون وعده اینه که ما روی ریاست حتما بریم. این کارو خواهم کرد و یکی هم در امریکا و کانادا بتونیم بریم. باورتون میشه داریم از هزینه ها میزنیم که بتونیم اونو تامین کنیم. واقعا امکانش برامون وجود نداره. بدون اینکه من ناله ای بکنم، تقاضای کمکی بکنم، نه، هیچ کدوم از اینا رو از من نخواهید دید. اما امکانات ما محدوده. بنابراین برای اینکه بتونم رو دو ساتلایت دیگه برم، در امریکا روی آتلانتیک برد یا تلستار 12 و بعد بتونم ریاستم داشته باشم، نیاز به صرفه‌جویی است، نیاز به محدود کردن بعضی از هزینه هاست. و انشالله امیدوارم بتونم در سال آینده این خدمت رو هم تقدیم شما کنم. بریم پیام های شما عزیزان رو بشنویم. سلام آقای دکتر نوری‌زاده. آقای دکتر سه نفر اولا انداختی، سبوتکین سالو،
اعتمادی و پرویز قاضی‌شریف. قربونت برم، میبوسم. سپاسگزارم عزیزم. من نفهمیدم سه نفر چی رو از قلم انداختم. منظور اگر اون روزی بود که یادی از دوستان گذشته میکردم، خب بله، سبکتگین سالور بزرگ ما بود، استاد بود و پاورقی نویس قهار، یادش بخیر. اعتمادی دوست عزیز من و کسی است که واقعا دوستش دارم. یعنی در دورانی که در روزنامه اطلاعات بودم، چه دبیر سرویس شب بودم، چه مقاله نویس و چه دبیر سیاسی روزنامه، نزدیکترین رابطه رو با اعتمادی داشتم که مثل کوه پشت آدم بود. چقدر نجیبانه و سرفرازانه بعد از انقلاب آرام و رام زندگی کرد و چقدر من از مهدی زکایی ممنونم. زکایی که خود رو شاگرد اعتمادی میدونه، در مجله جوانان دو صفحه داشت و وقتی رفت امریکا و با اجازه گرفتن از استادش جوانان امروز رو در آورد، هرگز نشد شماره بشه یادی از اعتمادی نکنه، داستانای پیشینش رو دوباره چاپ کنه و این چقدر زیباست. پرویز قاضی سعید هم همینطور، به هر حال اونم روزنامه اطلاعاتی بود و از قدیم با هم دوست بودیم و یکی از خوش‌چهره ترین اهالی آل قلم بود و ماشاءالله هنوزم بعد از این همه سال نگاش که میکنم سر حال و خبراغ و خوب و درود بهش میفرستم. هموطن بعدی، سلام. من از ایران زنگ میزنم، بارها زنگ زدم ولی هیچ وقت تقاضاهای های من انجام ندادید. حالا باز دوباره خواهش میکنم، تمنا میکنم که اولا که روز سوم اسفند آقای نوری‌زاده یادآوری بکنن و یه تجلیل بکنن. بعدا هم روز 24 اسفند روز پدر ایرانه. این از حالا تبلیغ بکنیم، بگید به مردم پدر ایران رضا شاه بزرگ. از آقای نوری‌زاده خواهش میکنم. من کسی هستم که تمام تلویزیون شما رو همه تبلیغ میکنم ولی متاسفانه هیچ وقت حرفای منو گوش نکرد. اینو آقای نوری‌زاده مثل که بانوی گرامی، این اولین بار بود صدای عزیز شما رو میشنوم و متاسفانه نشنیدم. چون گاهی اوقات پیام ها اینقدر زیاده که ما همینطوری به ترتیب میریم مقدارش میمونه. حالا دوست همکار من تهیه کننده برنامه رامین گفته که اونایی که میمونه هفته بعد دوباره پخش میکنیم. هفته بعد میبخشید. اما در مورد سوم اسفند، بانوی گرامی، ما روزی نیست که از آن مرد بزرگ یاد نکنیم. فقط سوم اسفند نیست، همیشه. همین هفته گذشته با دوشنبه برنامه که با دکتر فرابخش داشتم، بخش عمدهش درباره رضا شاه بود و هر روز من خودم هر روز زاویه تازه تری از این مرد بزرگ رو میشناسم و واقعا ما ایرانی ها باید تقدیر کنیم که چنین انسانی در اون شرایط پیدا شد و الا ایران تیکه تیکه شده. هموطن بعدی من، سلام. خیلی متشکرم از زحماتی که برای بهای این تلویزیون میکشید. فقط یک موردی بود که من لازم میدونستم به آقای نوری‌زاده تذکر بدم یا پیشنهاد بدم یا اسمش هرچی میخوایم بذارید. آقای نوری‌زاده، شما صحبت که میکنید، من به عنوان یک هموطن به شما اجازه نمیدم شما به این حیوانات بگید برادر. اینا کجا برادر با هستن؟ اینا هیچ کدوم نه پدر دارن نه مادر. اگر کسی پدر مادر رو سر سفره پدر مادر باشه که اجازه نمیده سر یکی رو ببره یا یکی رو برعکس آویزون بکنه یا یکی رو شلاق بزنه. عزیز من، اینا برادر شما نیستن، برادر من نیستن. اینا حیواناتی هستن که معلوم نیست کی اینا رو پرورش داده. خب دوست عزیزم، نمیدونم منظورتون کیه. اگر داعش منظورتون، که من هیچگاه داعش رو برادر خطاب نکرد، اگر منظورتون جمهوری اسلامی و مقامات جمهوری اسلامی است، زبان من، شما اینجا میدونید من فقط در مورد داعش لفظ حیوان رو هم آلوده میکنم وقتی به داعش میگویم. داعش پستر از این حرف ها. شما دیدید فقط سر نمیبرن، رفتن و نمرود رو خراب کردن، یعنی تخت جمشید عراق رو، همون کاری که خلخالی میخواست تو ایران بکنه، یا توی موزه موسل 4000 سال تاریخ رو نابود کرد.
مدیر کل یونسکو با اشک میگفت این جنایت علیه بشریت است. و خیلی جالبه، گوینده بی بی سی 4 داشت باش گفتگو میکرد، میگفت چرا میگی جنایت علیه بشریت؟ خیلی بر من عجیب بودا، یعنی اگه من جایی البته اعتراض خواهم کرد، سردبیرش باید یقین رو بگه به چه مناسبت این جنایت علیه بشریت نیست، تو تاریخ یک کشور رو محو میکنی. جنایت طالبان در افغانستان از یاد نمیره، اما جنایت اینا علیه تاریخ خود عراق بود. اونجا دو تا مجسمه بودا ساخته شده، خیلی هم زیبا و قشنگ، ولی در عراق نمرود رو که میزنی یعنی تمدن آشوری رو نابود میکنی. در مورد جمهوری اسلامی من به اینا برادر نگفتم، از اصطلاح برادر و خواهرم استفاده نمی کنم، اما اگر در میان حرفم گفتم برادرم آخه این کار درست نیست، اون دلیل نیست که من اینو برادر خودم میدونم، واژه‌ای بوده بر زبانم اومده. شما چطور فکر میکنید میگویم من با اینا برادر شیری هستم یا برادر رضایی شیری هستم یا برادر خونی یا هموطن؟ میدونم من همیشه میگم با مجموعه روبرو هستیم که بعضن ایران رو به عنوان یک کشور اشغال شده نگاه میکنن. شما فکر میکنید ناصر ابوالمکارم شکرفروش شیرازی به ایران عشق داره، به شیراز عشق داره؟ ابدا، عشق او کارخونه شکر است، به ایران عشق نداره. محمد یزدی به ایران عشق داره؟ ابدا، لاستیک دنا براش مهمه. امامی کاشانی کارخانه کاندوم سازی براش مهمه. اینا ایران رو نمیشناسن، اما جنرال نکنیم، عمومیت ندیم. خیلی هم اصلا توشون انسانن، به اصول اخلاقی به اصول دینی پایبندن. همه رو که نمیتونیم بگیم همه اینا حیوانن، نه این درست نیست. این عمومیت دادن رو من به شدت باهاش مخالفم. هموطن بعدی، درود بر شما عزیزان در تلویزیون ایران فردا. من فکر میکنم یا جناب نوریزاده و یا آقای موجی برنامه تفسیر خبر آقای چالنگی یه توضیح به شنوندگان و بینندگان خودشون بدهکار باشن، و اون اینی که ما نمیدونیم ایشون چرا تاریخ برنامه رو اعلام نمی فرمایند، چون این برنامه تفسیر خبره و خبر مربوط به روزه و وقتی که خبر کنه شد میشه تاریخ. بعد ایشون اگر میخواد تفسیر تاریخی بکنه اشکال نداره، ایشون تاریخ برنامه رو نگه، ولی وقتی تفسیر سیاسی روز رو داره میکنه تفسیر خبر، بنابراین ایشون من فکر میکنم باید تاریخی که اجرا میفرمایند اگر که از اون نخوتشون پایین تشریف بیارن اجرا بفرمایند. دوست من این به نخوت و اینا کاری نداره. برنامه که اجرا میشه در سایت و در فیسبوک در همه جا تاریخش بالاش هست. من الان دقت میکنم ممکنه در موقع اجرای برنامه تاریخ عنوان نشده باشه. من از دوست و همکار عزیز 40 سالم خواهم خواست جمشید چالنگی که تاریخ هم اضافه بکنه. چشم، ولی این عصبانیت نداره، به نخوت و اینا کنه، چیز تکنیکیه، زیر باران باید رفت. دوست بعدی بفرمایید. خسته نباشید، من دار سوم مصدر میشم و خواهشم این بود که اگر نقدی رو ممکنه آقای نویزاده بفرمایید. من موبایلمو تقدیم کردم تو تماس‌های قبلی 0912 12. بله، این شماره تلفن رو باز میگم، باورتون میشد؟ حالا من نگوش نمیدم، وقتی تموم شد اگر مسائلی باشه خصوصی یا چیزی باشه دوباره گوش میدم، تلفن میزنم. این دوستمون داشت تلفن فقط میذاشت، یعنی برای این قطع کردم که شمارش اعلام نشه. هموطن بعدیمون، سلام عرض میکنم آقای نوریزاده، با تشکر از تمام زحمات شما و با تمام و آفرین گفتن به این همه اطلاعات و دانستنی هایی که شما دارین، خواستم ازتون یه خواهش بکنم، یعنی یه پرسش بکنم. شما ممکنه از آقای
کامبیز حسینی که برنامه که برنامه تصدی آمریکا داشتن بعد دیگه برداشته شد ازشون استفاده کنی، برنامهشون بسیار جالب بود. یه مدت تو اندیشه بودن، حالا که تو اندیشه هم نیستن مثل این که. ولی من خیلی دوست داشتم که شما از لابلای برنامه هاتون از برنامه ایشون هم یه استفاده بکنی. بانوی گرامی، کامبیز حسینی دوست منه، بسیار بهش احترام میذارم، انسانی مبتکر و خلاقه. یه بارم با من گفتگویی که در صدای امریکا خیلی جذاب و جالب بود. ایشون، من باشون صحبت کردم روزی که میخواستم این تلویزیون رو به راه بیاندازم، با خیلی ها صحبت کردم، از جمله با آقای کامبیز حسینی که از صدای امریکا اومده بودن بیرون. ایشون اشاره کردن راجع به هزینه هایی که برای تولید برنامهشون دارن که در وسع من نبود، ولی خیلی خوشحال میشدم که میتونستم خب برنامهشون رو پخش کنم. ایشون بعدن یک مؤسسه درست کردن، قراردادی با رادیو فردا دارن که رادیو فردا برنامه ایشون رو پخش میکنه، هم تلویزیونی هم به صورت رادیویی، و خود ایشون هم در اون سایت خودشون برنامه رو میگذارن. تلویزیون اندیشه، اینطور که من خبردار شدم و تراب مصطفی، آرمان مصطفی رفیق عزیزم، مدیر تلویزیون، مدیر رادیو فردا برام شرح داد، تلویزیون اندیشه خب دوست داشته، کار زیبایی بوده، برنامه ایشون رو پخش میکرده، ولی ظاهرا از نظر قانونی فقط رادیو فردا میتونه در بین رسانه ها برنامه ایشون رو پخش کنه. ولی منم خیلی دارم خواست، بسیار برنامه جذابی هم هست. امیدوارم روزی کامبیز حسینی عزیزم در خانه خودش ایران فردا باشه. سپاس گذارم. هموطن بعدی. ممنونم. من احمد هستم از لندن. سلام میکنم به این علیرضادان عزیز. از اون موقع که رفت تلویزیون دیگه کنج میکنم که نمیبینه. قربان. بله. بنده هم که بچه همون رفاه و علوی و دیگه از رسالگی همون اونا رو دیدیم. وقتی تفنگ افتاد دست بری بادنه رو دست آقای کهان تیوان فرد دیگه هم منکت معلوم بود چی میشه. در اومدیم اینجا و لطف شما شامل آمنان شد. اولین گوزی که دیدم از 2000 موسیقی که به این پناهنده شما واقعا به اون خودمانی و اون خودمانی واقعا مثل برادر، مثل برادر بزرگ با اونو برخورد کرده چقدر یادم دارم نیست. ممنونم، قربان برم، متشکرم دوست من، سپاسگزارم ازت، این همه لطفت یاد منو کردی، حتما به تلفن خواهم کرد. هموطن بعدیم. با درود و سلام به تمام همکاران تلویزیون ایران فردا، من پناه هستم از سوئد. خواهش می‌کنم این پیام منو پخش نکنید، اگه بشه این پیام منو بگوشید، پخش نکنید، ما همه رو میاریم، بعد خودشون میگن پخش نکنید. و یه دوستی از دوستان قدیم و ندیم من برای من یه کلکسیون آهنگ فرستاد. خب اغلب آهنگ ها فقط آهنگ های بدون تصویر، باید تصویر روش گذاشت، ولی من همینجوری گوش میکردم این آهنگ ها رو به ترتیب. یک لحظه پیش خودم گفتم خدایا میتونه آدم باور کنه یه نفر این همه زیبایی خلق کرده باشه؟ اولا ممنونم دوست نازنینی که، عزیزی که از ایران هم کلاسی من، برام اینا رو فرستاده بود. همه ای آهنگا یا ساخته ناصر چشمازر بود یا تنظیم کننده او بود. و بعد نگاه کردم یه آدمی که آتش در وجودش هست، آتش در نیستانش هست، آدمی که کورس میجوشه، شاعر باشه، سیمین بانو میشه تا لحظه پایان، آهنگساز باشه میشه ناصر چشمازر، میشه روح الله خالقی، میشه بدیعی، میشه پرویز یاحقی. اینا جاودانن و خوشحالم ناصر استوار و پایدار و هر روزم داره کار تازه خلق میکنه، موسیقی فیلم، موسیقی سریال ها.
یادم هست چقدر زیبا پیانو میزد. اون زمانی که رادیو دو رو ما شروع کردیم گفتم اینو تو برنامه، این آرمستشور رو ساخت و پای پیانو که میشست، یه آهنگ ابی داره خیلی قشنگ، این پیانوش رو ناصر خودش زده. هیچ وقت من اون زیبایی اون پیانو از جانم نمیره. حالا پیداش میکنم دوشنبه یا سه شنبه تو برنامه خواهم گذاشت. هموطن بعدیمون. سلام قربان، خسته نباشید. میخواستم اگر ممکن باشه با آقای نوری‌زاده دو سه دقیقه صحبت کنم. چشم، حتما تلفنشون هم هست برای، چون فهمیدم که چه پیام ها همه این دفعه میخوام با من حرف بزن. اظهار نظر کنید، مطالبتون رو بگید. هموطن بعدی. من فیروزی هستم، از ویرجینیا زنگ میزنم. یه ایمیل برای دکتر فرستادم لندن، نمیدونم رسیده یا نه، اگه امکان داره یه به من یه زنگ بزنید. 1-804 دیگه تلفنشون نذارید لطفاً. جناب فیروزی، بله پیام شما دست من رسید و خوشبختانه موفق شدم که با شما هم گفتگو بکنم. ایشون یک طرحی تحقیقاتی دارن در رابطه سوالهایی پیرامون امام زمان که حالا قرار شد برای من بفرستن، من به صورت کامل بخونم. مبحث بسیار حساسی است با توجه به موقعیتی که الان پیدا شده، شما حرف نمیتونید بزنید. این کتاب ابن سینا، سینوی طبیب، که جناب مهدوی هم ترجمهش کرده، آدم حالا روایت افسانه است هرچی از قول شاگرد ابن سینا، ولی اینو میخوام بگم چقدر میدان گفتگو باز بوده. شما فکر کنید در زمان ناصرالدین شاه وقتی سید علی محمد باب اظهار بابیت میکنه، آخوندا داد بیداد آقا بکشیمش. نه، ناصرالدین شاه جلسه بحث میذاره، خودش میشینه اونجا میگه آقا مباحثه کنید، چون از آخوندا هم دلخور بوده. و باز ببینید تبعیدش میکنن، امیرکبیر اصرار داره که او رو از بین ببرن چون اینو سرآغاز فتنه میدونه، ولی حرفایی که باب میزده به مزاق زمانه خوب نمیمده تو اون تعصبات، ولی میشده این کار. الان با روی کار آمدن جمهوری ولایت فقیه تمام درها و ابواب رو بستن، شما در ساده ترین مسائل دینی نمیتونید پرسش کنید. آقا شما بیا فلسفه مهدویت رو برای من ثابت کن، من نمیتونم اینو درک کنم که چرا پروردگار عاشق بشر، پروردگار نازنین، انسانی رو باید 1300 و اندی سال پیش خلق بکنه بعد اون رو قایم بکنه ببره. اگر آقایون معتقدن که ائمه هر کدام هم آینده رو میبینن، همه چی رو میدونن، قدرت مافوق بشر دارن، چرا باید او پنهان بشه و چرا نباید اون روزی که قرار نجات دهنده بشریت بیاد اون روز خلق بشه؟ این ملاهای بی سواد براتون نقل کردم، همین رئیس قزاونه میگفت که امام زمان تو تهران جنوب شهر خونه داره، ازدواجم کرده با آقای فلان، فلانی تعریف میگه دختر فلانی رو گرفته. خب این بچه ها چی میشن؟ یه همسر چی میشه؟ چند هزار بار ایشون ازدواج کرده؟ پاسخ نمیشه داد. این دوست ما دنبال این قضیه رفته و سوال کرده. هوشنگ معین‌زاده کارهای بسیار خوب کرد در این زمینه، واقعا درود بهش. آمد و نشست تحقیق کرد، نوشت و کارهای ارزنده ارائه کرد. هموطن بعدی. تا چند ساعت دیگه 6 تن از هموطنان کرد ما در زندان جیشه اعدام خواهد شد. محمد آقای نوری‌زاده و خانم نرگس محمدی در کنار خانواده زندانیان هستند. از شما میخوام با انعکاس صدای اونها صدای مظلومیت این افراد باشیم و شاید بشه در دفعه آخر. عزیزم متاسفم که حالا پیام شما امروز پخش میشه که این عزیزان رو اعدام کردن. دستگاه ضد عدالت جمهوری ولایت فقیه
جایی که صادق لاریجانی یکی از فاسدترین که خونخوار هم شد نشسته، این جوانان نازنین رو اعدام کرد. این جوانان نازنین اعدام میشن، اون وقت دزدا و غارتگرا و چپاولگرا و اونایی که تو عروسی رفتن تو اصفهان به زنان مردم تجاوز کردن، اسید پاشان چون از خودشونن آزادن. ریحانه اعدام میشه چون مرد متجاوزی که سراغش اومد مأمور وزارت اطلاعات بود. خیلی تلخه، خیلی تلخه. متاسفم و درود به محمد نوریزاد، به نسرین ستوده، به نرگس محمدی، به همه این عزیزانی که به عباس امیر انتظام، همه اینهایی که دلاورانه در برابر استبداد ایستاده. هموطن بعدی. آقای دکتر نوریزاده عزیز، سلام. مردی 66 ساله با عاشق سرزمین ایران و مرید برنامه های شما هستم. سال هاست که موضوعی من رو رنج می دهد. چند سال قبل در حسب تصادف در تلویزیون فیلمی از داخل معبد طلایی سیکای هندی دیدم که دارای ستونهایی بود و روی هر ستون آرمی شبیه آرمی پرچم جمهوری اسلامی نقش بسته بود. این جریان را بارها به رسانه‌های فارسی زبان پیغام دادم ولی کسی توجهی به آن نکرد. بهترین ساعت زندگی من این است که مرتب برنامه‌های تلویزیون شما را ببینم و از کلمات شیرینتان استفاده کنم. خواهشی که از شما دارم، در صورتی که برایتان میسر نیست و یا ملاحظاتی در کار است، برای این که بدانم این پیام به شما رسیده، اشاره بنمایید که بدانم پیام مرا دریافت کردید. دوست من، دوست عزیزم، اگر شما برنامه‌های منو دنبال می‌کردی، من بارها گفتم من این پرچمی که علامت سیکا رو داره قبول ندارم. پرچم من پرچم شیر و خورشید نشانه. به دفعات گفتم این علامت علامت ما نیست. اون کسی که اول انقلاب کلک زد میدونست چی کار داره میکنه. اون میدونست، چون میدونست که آقای خمینی یک تمایلی به هر حال اون طرفی به خاطر جدشون داره و این علامت رو ورد اونجا گذاشت. بعضی هم میگن آقای سید احمد کشمیری لقب داشت، توی یکی از برادران ایشونم فامیلش کشمیریه، هندی زادم دارن، کشمیری هم دارن. و بخوام بهتون بگم که آقای پسندیدم هستن، البته جد ایشون به هر حال از کشمیر آمده و اون کسی که این آرمو درست کرد، چون آرمی که مهندس بازرگان درست کرده بود زیبا بود، البته جای شیر و خورشید و هیچ آرمی نباید بگیره، ولی حداقل زیبا بود. دایره‌ای بود با 12 شعاع که سرش منشور بود و این علامت مثلا 12 امام، قشنگ بود، اینو درست کرده بودن، ولی این رو آوردن جای اون گذاشتن. ده‌ها مورد درست کرده بودن، حتی شیر و خورشید رو به شکل دیگری. آقای خمینی اینو انتخاب کرد. بله دوست عزیزم، بارها ما اینا رو گفتیم و در این زمینه حتی کتابی منتشر شده و مقالات بسیاری نوشته شده که این علامت علامت سیکای هنده. واقعا تفاوت خیلی کمی دارن با هم، مال اونا سرش بسته است، این سرش بازه، ولی درون و شکلش درست همینطوره. هموطن بعدی. سلام علیکم جناب دکتر نوریزاده. ببخشید، میخواستم این برنامه ای بودش در تلویزیون کویت در زمان حمله ائتلاف به عراق، بعد اینو آقای جبار مشهدانی خبرنگار تلویزیون کویت بود در برنامه ملف الاخبار اینو پخش کرد. شما که فیلم های تبخش داعش رو نشون میدین، چطوری اینا رو نشون نمیدین؟ اینا فیلمایی که تو آرشیو تلویزیون کویت هستش، تو این جریان جشن اخیر که جشن آزادی کویت بود مجددا نشونشون داد. فیلم این بود که اسرای ایرانی رو گرفته بودن تو عراق تیکه تیکه کرده بودن، اجساد تیکه تیکه شده ایرانی ها رو کشف کرده بودن و این خبرنگار تلویزیون کویت داشت اینا رو نشون میداد. فیلم رو از عراق تهیه کرده بود. این اگر لطف بفرمایید، شما که توخش داعش نشون میدین،
چرا اینا رو در رابطه با اینکه این عراقیان؟ ببین دوست من، این نکته رو براتون میگم. در طول جنگ، اولا من دسترسی به آرشیو تلویزیون کویت که ندارم که، ولی احتمالا اون فیلم هایی که میگین در جای دیگه هم هست، ولی این نکته ای رو خدمتون بگم. وحشیگری عراقی ها زبانزد خاص و عام بود. یک خلبان ما رو بین چهار جیپ بستن و جیپ ها حرکت کردن و این پاره پاره شد زنده. این وحشیگری رو در کمتر جای میبینیم. و بعد رفتن به یه ایتالیایی با کمک مجاهدین خلق، چون من ریشش و احمد رفعتم پیدا کرد و دنبالش رفتیم، رفتن یه پول 4 میلیون دلار دادن، یه فیلم مصنوعی درست کرد که انگار یه سرباز عراقی رو تو ایران چار پاره کردن، ولی آبروریزی بود، افتضاح اون فیلم همه جا روشن شد و خب پول زیادی هم نصیب واسطه وطنی و اون ایتالیاییش. این کارا شده، حالا به صور مختلف اسیرا رو شکنجه های وحشیانه کردن. زندیات فریدون فرخزاد وقتی رفت اونجا، وقتی باز میگشت اون حکایتو که شرح میداد میگریست که این بچه های کوچکی که 12-13-14 ساله رفتن چه بلاهایی سرشون آوردن، چند نوبت به اینا تجاوز شده و این وحشیگری. این طرف تو ایران هم نقل و نبات بهشون نمیدادن، ولی اصولا ایرانی رفتار متین تری داشت، حالا به هر دلیل، مذهبی بودن، هر چی بودن. ولی در همین اردوگاه گرگان تعدادی اسیر عراقی رو براتون گفتم جلوی چشم ناظران صلیب سرخ بین‌المللی کشتن، چون اینا گفتن اینا همه به ما پیوستن و اسیرا شعار زنده باد صدام دادن، اونا زدن کشتن. حالا آیا درسته من بیام با نشون دادن اینا مرتب کراهت و نفرت و دشمنی رو دامن بزنم؟ ما نیاز داریم با همسایگانمون رابطه دوستانه داشته باشیم. اگر قرار بشه قصه مصیبت ها گفته بشه، خود رژیم جمهوری اسلامی مصیبت های خیلی بیشتری از رژیم صدام بر سر ما ایرانی ها آورده. پیام بعدی. سلام، میخواستم سلام و خسته نباشید بگم به تلویزیون ایران فردا و دستم در کارا. من از ایران تماس میگیرم. میخواستم سلام و خسته نباشید ویژه بگم به آقای استاد نوریزاده و ازشون انتقاد کنم، بنده از طرفداراشونم، که دیگه چرا به صورت زنده با طرفداراشون صحبت نمی کنن. ما بخواییم با ایشون صحبت بکنیم، با چه کار بکنیم؟ ممنونم دوست من، حتما این برنامه امروز رو شنیدی و توضیحات من رو گوش کردی. اونایی که دلشون میخواد با من صحبت بکنن یه پیام بذارن، شماره تلفن شروع بزن، من بهشون زنگ میزنم. اینجوری خیلی بهتره تا گفتم امکانات وسیع تری پیدا بکنیم و بتونیم یه برنامه ویژه که من در نظر دارم بگذاریم، هفته یه روز دو روز، و شما هر چه دل تنگتون میخواد زنگ بزنید و بگید در رابطه با مسائل روز، راجع به تلویزیون، راجع به مسائل اجتماعی، هر چه دوست داری، سیاسی. رسیدیم باز به پایان دفتر. حکایت هم همچنان باقی است. ایران سربلند، ایرانی سرفراز، پرچم زیبای سرنگ شیر و خورشید نشان، هماره برافراشته بود. علیرضا نوری‌زاده تا هفته آینده همینجا همین ساعت همه شما را به پروردگار عاشق می سپارم.